سلام به همه شما عزیزان دل، من سهیل شریفی هستم از مجموعه آموزشی تاپسو.ir. توی چند پست قبل یاد گرفتیم که چطور در نرم افزار پریمیر نوار زمان هوشمند بسازیم که هر بار مجبور نشیم کی فریم بدیم، خیلی راحت بتونیم این کار رو تو محیط پریمیر انجام بدیم که از طریق اینترو دوریشن بوده. اما حالا میخوایم این کار رو در محیط افتر افکتس و توسط کد نویسی انجام بدیم. این کار رو با هم ببینید. همطور که میبینید آروم آروم این داره پر میشه میاد جلو. خب من دکمه تیلد رو میزنم و یه خورده زوم بک میدم، اینو همینطوری میرم جلو، میبینم که کاملا لینک با این اتفاقی که در مورد این آهنگ منه، این آهنگ من انقدر طول داره. خب به همین راحتی وقتی هم پر میشه دیگه ادامه نداره. خب حالا ما این پروژه رو ساختیم و اگر پار بعدی یک آهنگ دیگه ای داشته باشیم کافیه که ما تو این قسمت بیایم این رو انتخاب بکنیم، پرنت کنیم به اون یه دونه آهنگ، مثلا یه آهنگ طولش کمتره. خب اوکی، الان ما این آهنگ مد نظرمون شد، یعنی از این نقطه تا این نقطه وقتی سی تی آی ما رد میشه این باید 0 تا 100 اش اون خط سبز پر بشه. میبینیم که به این نقطه میرسیم پر میشه. حالا میریم برای این یه دونه، دوباره این خط رو من ادیت میکنم، خب پرنت میکنم به این لایه. حالا ببینید با به پایان رسیدن این لایه الان این اتفاق میفته. خب حالا بریم سراغ اجراش و چالش هایی که حین اجرا ما باش درگیریم. خب دوستان این همون لایه هستش که داره برای ما این کار انجام میده. فعلا اینو من آف میکنم. از همین لایه یه دونه دوپلیکیت گرفتم، در واقع اینجا من یه دونه میله به شکل شیپ میتونیم داشته باشیم یا اینکه تو فتوشاپ اینها رو خودتون بسازید و بیارید. من توی این مرحله فعلا کد نویسی رو انجام ندادم. خب کاری که ما باید بکنیم اینه که یه دونه اینجا میله داشته باشیم که این میله ما همطور ثابت بمونه به همین رنگ خاکستری که در واقع میشه این کار ما. الان ما اون میله رو اینجا داریم، این همین رو یه دونه ازش دوپلیکیت میگیریم میاریم بالاش که میشه این کار. حالا ما افکت فیل رو بهش میدیم، رنگش هم میگیم همین رنگ سبزی که اینجا هست. من کدش رو کپی میکنم میرم تو این قسمت، خب پیست میشه. الان کل میله دوم من هم سبز شده. مشکلی که وجود داره اینه که ما میخوایم این به شکل خطی پر بشه. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که انکر پوینتش رو بیاریم گوشه گوشه بذاریم که آوردیم این قسمت گذاشتیم. دکمه اس رو میزنیم، پارامتر اسکیل برای ما باز میشه. من این زنجیرش رو برداشتم، دقت کنید الان اینو ما به این شکل میتونیم کوچیک بکنیم. خب اینو میذاریم روی صفر، خط پایینش هم فراخوانی میکنیم، یکی فریم اینجا میزنیم، میایم جلوتر. فعلا فقط میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب الان ببینید در ثانیه صفر ما اتفاقی نیفتاده، کلن میله سبز رنگ اصلا شروع به حرکت نکرده، ما یه کی فریم دادیم به این شکل. خب دوستان این کارو دستی خیلی راحت میتونید انجام بدید. مثلا بیاد اینجا ببینید که خب من این لایه هام چقدره تا اینجاست. خب یه دونه من او میزنم میپره میاد اینجا، همین لایه که داشتم روش کار میکردم کی فریمشو میارم میذارم تا اینجا. خب یعنی کلن درست شد دیگه، این دو تا رو از اون حالت سولو خارج میکنم. خب به همین راحتی این درست شد. اما موضوع اینجاست که ما نمیخوایم این مدلی باشه، میخوایم کلا خیلی اتفاق رو هوشمندش بکنیم. یه جاهایی میبینید که تکرار داره میشه یا یهو طول لایه‌ت عوض میشه. این قضیه‌ای که توسط کد نویسی شما انجام میدید دیگه نگران هیچ اتفاقی لازم نیست باشید، یعنی عقب بردی جلو بردی تایمینگ شما دست نمیخوره. اما تو حالت دستی برای کارهای ساده خیلی آسونه، دو تا کی فریم میزنی و به اندازه طول این لایه امتدادش میدی، یعنی قشنگ میاری تو این محدوده او میزنی میاری تا این پایین، دو تا کی فریمت اینجا قرار میگیره. اما این راهی نیستش که ما میخوایم انجام بدیم. و حتی دوستان دقت کنید اگر این کد نویسی که من اینجا دادم رو بیارم بدم به همین پارامتر اسکیل، میبینید که این بار به من ارور میده. چرا به من ارور میده؟ میگه من فقط زمانی میتونم از این کدی که تو دادی استفاده بکنم که روی یه دونه پارامتر باشم، نه دو تایی که اینجا دادی. پس این قضیه کلا الان منتفیه و نمیتونیم از طریق کد نویسی این کار رو برای اسکیل انجام بدیم. خب من این رو غیر فعال میکنم، این دوباره همون صد میدم و اینو لینک میکنم. خب
پس تا اینجا متوجه شدیم از این راه ما نمیتونیم این حرکت رو بزنیم، کلن اسکیلش هم به این شکل قرار میدم. خب این بار ما باید الان از افکتی استفاده کنیم به نام ترانسفورم، چرا که در افکت ترانسفورم تمام این خصیصهایی که این پایین الان داشتیم، اینجا رو ببینید من بازش میکنم، ترانسفورم همه رو اینجا به شکل افکت داریم. و خوبیش اینه که اینجا اگه تیک یونیفرم اسکیل رو برداریم، یعنی بزرگ نمایی یا کوچک نمایی از حالت یک پارچه رو خارج میکنیم با برداشتن این تیک، الان اینجا شما میتونید فقط به این اسکیل طول یا عرض بیای و کی فریم بدی و ببینید این اتفاق الان میفته. خب حالا مشکلی که داره اینه که دوباره باید توی این قسمت انکر پوینت و اینها رو دوباره مشابه حالت قبل بکنیم، که خب من جفت اینها رو بدم صفر مشکلش حل میشه. خب الان ببینید با عقب جلو کردن پارامتر اسکیل وید میبینید که مشکل ما حل میشه. خب اینو دوباره رو همون صد میذاریم. الان این اسکیل وید آماده است که من کد نویسی رو روش اعمال بکنم. خب آلتو میگیرم رو استواچش کلیک میکنم. خب دوستان برای انجام این کد نویسی شما احتیاج داری که این دایره و این مثلث رو میبینید، روی این یه دونه کلیک کنید، به قسمت اینترپولیشن بیاید و لینیر رو اینجا انتخاب بکنید. خب به شکل پیش‌فرض یه دستوری رو برای ما آورده، اما این دستور خامه و شما باید اطلاعاتی که میخواید رو بهش وارد بکنید. خب بریم از آخر برگردیم چون اینجوری درکش آسان‌تره. ما میخواییم که اسکیل ویت این بین 0 تا 100 حرکت بکنه، یعنی اول ولیو یکش باشه 0، یعنی در ابتدای کار ما باشه 0، رفت جلوتر این بشه 100، یعنی مقادیر رو اینجا دادیم، یعنی بین 0 تا 100 که 0 میشه اینجا، 100ش میشه اینجا، در واقع همین اسکیل ویت اینجا کی فریم. حالا ماجرا اینجاستش که ما تی مین و تی ماکس چیه و تی چیه اینجا. ما الان باید به افتر افکس توسط این کد بفهمونیم که ما مد نظرمونه که طول این لایه هر چقدر بود همونو بفهم و بیا اینجا برای من مقادیرش رو ربط بده به این صفر و صد. برای انجامش با چیکار کنیم؟ اول احتیاج داریم که ما یک دستوری رو براش تعریف بکنیم، به یک پارامتری بگیم که این پارامتر یه عبارتی باشه. خب ما اومدیم اینجا چی نوشتیم؟ مثلا گفتیم که اسمشو گذاشتیم F. حالا شما هر اسمی هم میتونید بذارید، اصلا میتونید اسامی فارسی بدید. داریم الان برای نرم افزار تعریف میکنیم، حالا این بار ما میگیم D مساویه، یعنی هر چی که الان اینجا دستور بنویسیم و دستور درستی باشه، D رو مساوی اون دستور قرار میده. خب و اما دستوری که باید بنویسیم چیه؟ از همینجا من پرنت میکنم میرم بالا، اون آهنگی که مد نظرم رو انتخاب میکنم، مثلا این آهنگ. اوکی خب اینجا دی رو بهش گفتم که این لایه باش. اوکی خب حالا میام پایین، اینجا میخوام لینیر، یعنی در واحد زمان، این تی رو میکنم تایم، یعنی شما در واحد زمان اینجا ببین یه دونه این پوینت برامون مهمه، یه دونه آوت پوینت، یعنی ما میخواییم الان از نرم افزار باهوشی که داره بخواییم که این پوینت میشه این نقطه، آوت پوینت میشه این نقطه، یعنی طول این هر جا بود، الان ببینید الان این پوینت شد این نقطه، آوت پوینت شد این نقطه. این پوینت و آوت پوینت یه لایه صوتی من ممکنه یه آهنگ شما بیاری یه دقیقه باشه، یکی بیاری یه دقیقه 10 باشه، یکی بیاری 50 و یکی بیاری 10 ثانیه باشه. هر بار بخوای این کیفریما رو انجام بدی خب کار سختیه برات. توسط این کد نویسی شما فقط یه دونه پرنس باید بکنی، یعنی کار دیگه ای نباید بکنی بعد از پایان آموزش. خب پس ما با دستوری که سر کار داریم این پوینت و آوت پوینت. خب اگر اینجا من بیام به این بگم این پوینت، ببینید چه اتفاقی میفته. این پوینت اینجا شناخت اینتر میزنم، این تی مکس هم من میکنم آوت پوینت. خب شناخت. ببینید الان این دستوری که نوشتم هیچ جاش من از این دیه استفاده نکردم، یعنی انگاری الکی فعلا نوشتمش. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ببین دیگه کد نویسیم خطا نداد، چه اتفاقی برای من میفته؟ بریم بالا الان این لایه رو ببینید، این دستوری که الان من نوشتم دیگه به این کاری ندارم، اینو آف میکنم که دستورشون جلوی چش نباشه که بچه اشتباه نکنن. خب این کدی که من نوشتم داره الان به نرم افزار میگه که این لایه هر چی بود، طولش این پوینت و آوت پوینتش هر چقدر بود، من این پروسه اسکیل وید رو از این نقطه تا این نقطه به اندازه این میدونم. یعنی ببین الان این تا پایان باید بره میاد اینجا، مثلا من اینو میتونم آلتو بگیرم اینجوری کوچیکش بکنم. ببینید الان این لایه رو به عنوان سورس شناخته، میبینید الان این لایه رو به عنوان سورس شناخته،
این هرچی که اضافه تر بکنم این صفر تا صد اون سبز پر شدن من تو همین محدود است. اما من اینو نمیخوام، این اومده رو خود لایه اون میله عمودیه اینو انجام داده. خب اگه قرار باشه من اینو کم و زیاد بکنم یه مقدار اینجا برام داستان میشه، از این بابت که مثلا من باید بیام اینجا این لایه رو انتخاب بکنم اینو تا اینجا بیارم. خب مشکلی که وجود داره اینه که خب وقتی پلی هید از روش رد میشه اون میله من آف میشه و اگه من این رو هم زیاد بکنم دوباره ماجرای دیگه پیش میاد که اون نوار زمان من به هم میخوره. حالا اینجا اگر سوادمون کم باشه میتونیم از این حرکت استفاده بکنیم، یه دوپلیکیت بگیریم این لایه بالا رو میبینید همینجا ما اول اونو پریکامپش میکنیم بعد همینجا ما میایم اون رو فریزش میکنیم یه آلت و جی فارسی رو میزنیم اون وقت درست میشه. ببینید اینطوری ما میتونیم این کار انجام بدیم، اما این یک حرکت دیگه ایه. ما کلا میخوایم این پروسه رو از طریق کد نویسی انجام بدیم، یعنی دیگه به این لایه من کاری نداشته باشه. اما این دستوری که من نوشتم غلطه، این دستوری که اینجا نوشتم فقط داره به نرم افزار میگه این پوینت و آوت پوینت همین لایه‌ای که کد نویسی رو دارم روش انجام میدم و بخون. من میخوام اینو نخونه، بری یه لایه دیگر رو بخونه. خب پس اینو من میبرم تا همه آخر میذارم دیگه، به این کاری ندارم. اینجا اون دی که اینجا نوشته بودم که دیسکام لایر بعد پرنتش کرده بودم به یکی از آهنگام، اون به کمک من میاد. کافیه که در ابتدای این پوینت من یه دونه همین دی رو بنویسم، یه دونه نقطه بذارم. الان دی رو در این پارامتر لحاظ میکنه، این همین کار رو اینجا هم انجام میدم. اتفاقی که میفته ببینید که خب دوباره کد نویسی درست انجام شده. الان میگه دیسکامپ لایر یعنی طول این لایه‌ای که اینجا هست هر چی هست رو به عنوان این پوینت من در نظر بگیر، آوت پوینتش هم هر چی هست به عنوان آوت پوینت این میله در نظر بگیر. خب حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید الان با اینکه این لایه دیگه طولش زیاده، اما این از اینجا شروع میشه، الان این لایه رو داریم نگاه میکنیم تا میاد پایانش پر میشه. خب حالا میایم اینجا این یه تیکر رو بار بعد آهنگ دیگه ای آوردیم، این یه تیکر رو انتخاب میکنیم، این علامت پرنت رو میبریم اینجا یه آهنگ دیگه داریم، مثلا این آهنگ سومیه رو ببینید خب طولش از همه بیشتره. خب میریم رو آهنگ سوم، تموم شد، میاد تا اینجا، این بار روی این آهنگ. وقتی هم پر بشه دیگه کاری نداره، خودش هم طوری سبز میمونه، یعنی دیگه اون پروسه فریز فریم و اینها هم دیگه لازم نیست دوستان من. اینطوری شما خیلی خوب میتونید کارهاتون رو آماده بکنید برای چه نوار زمانهایی که در اینستاگرام میخواید بسازید، ممکنه یک آهنگی بخواید استفاده بکنید، ممکنه ویدیوتون هر سری کوتاه و بلند بشه. اینجا شما پرنت میکنی به طول اون ویدیو، به همین راحتی. ویدیو 10 دقیقه است اینو پرنت میکنی، از این به بعد میشه 10 دقیقه. ویدیو 5 دقیقه است پرنت میکنی میشه 5 دقیقه. خوبی افتر افکتس اینه که ما میتونیم از کد نویسی توش استفاده کنیم، اتفاقی که اصلا تو پریمیر نمیتونیم. اگه فقط ما زوم کنیم رو پریمیر نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم. شما باید افتر افکتس رو بدونید و باید دانشی که اینجا وجود داره بدونید. یعنی گاهی یک کدهایی وجود داره انقدر کار شما رو آسون میکنه و واقعا شما با هیچ منطقی نمیتونی اون رو خودت پیاده بکنی. یعنی اگر این منطق زبان برنامه‌نویسی شما ندونی کلا نمیتونی یه سری درخواستایی رو از نرم افزار داشته باشی، درخواستای چالشی. نه اینکه ببینید غیر شالشیش میشه چی، همون که دوتا کیفریم گذاشتم این اول آموزش تموم شد، ابتدا انتها. واسه آدمی که آماتوره اون خیلی اوکیه، میذاره منم بلدم خروجیم هم گرفتم. ولی میخوای یه خورده پروژه‌ای کار کنی یا اگه فردا خواستی روی وبسایت videohive.net پروژه‌ای بذاری و بفروشی، اینا امتیاز برات. پروژه‌تو با دوتا کیفریم لینیر تحویلشون بدی سری بند میشی، ریجکت میکنه پروژه‌تو. بتونی پروژه‌ای رو درست حسابی بسازی اون وقت میتونی از پس کار بر بیای. اینا رو گفتم که کاملا درک بکنی که مقوله‌ای که تو افتر افکتس هست مقوله‌های بی ربطی نیست. آموزش گزینه به گزینه افتر افکتس مفهومش اینه، یعنی شما جایی برات نمونه که لنگ باشی، جایی برات نمونه که ندونی چی به چیه. همه این مباحث در دوره‌های افتر افکتس ما به شکل کامل بهش پرداخته شده. ممنون از شما دوست عزیزی که این آموزش رو تا پایان دیدی و اگه از این آموزش خوشت اومد با لایکت انرژی به ما بده، کامنت کن، سیف کن و همینطور برای دوستات بفرست. من سهیل شریفی هستم و امیدوارم هر لحظه که داشتی این آموزش رو میدیدی اون لحظت شاد و خوش باشه. روز شبت خوش و خدا نگهدار.